سلام و خوش آمدید در این مجموعه خبری رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم در شمال غرب پاکستان محصلان و فعالان در شهرک بنو در برابر عملیات نظامی تازه اعتراض کردند این عملیات نظامی به هدف سرکوب شورشیان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی راه اندازی شده است معترضان ادعا کردند که حملات هوایی چند روز گذشته مکانهای ملکی را هدف قرار دادند. گزارش ها از آنند که در این عمله ها باشندگان محل کشته شده، خانه ها ویران شدند و همچنان کسب و کار مردم خراب شده است. اردوی پاکستان ادعا میکند که در حمله های هوایی دقیق نزدیک به 100 شورشی در وزیرستان شمالی کشته شدند. همچنین در پاکستان معترضان در پشاور از مقام ها خواستند که عاملان حمله ماه گذشته را که نزدیک بود حمید میر خبرنگار برجسته تلویزیون جیو را بکشد پیدا و محاکمه کنند. در این تظاهرات خبرنگاران و نمایندگان حزب های سیاسی و, سی و, سی و جامعه مدنی اشتراک کردند. خبرنگاران حکومت پاکستان را متهم میکنند که در جلوگیری از حمله بر رسانه ها ناکام مانده است. شمار از منتقدان از جمله برادر میر اداره استخبارات پاکستان آی اس آی را به همدستی در حمله بر جان برادرش متهم کرده است. در مصر امروز روز دوم و نهایی رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار می شود. حدود یک سال پیش از این رایدهی محمد مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر از سوی اردو برکنار شد. مرسی پس از تظاهرات گسترده در برابر حکومتش برکنار شد. عبدالفتاح سیسی جنرال سابق اردو که رهبری کودتا را به عهده داشت اکنون ممکن است رئیس جمهور مصر شود. او تنها یک رقیب دارد همدین سباهی سیاست مدار چپگرا. انتخابات مصر در حال برگزار می شود که این کشور با رکود اقتصادی و افزایش خشونت ها از سوی اسلام گرایان رو برست. در عراق نیروهای امنیتی با شورشیان وابسته به القاعده در شهر رمادی جنگیدند. جنگجویان گروه محسوم به دولت اسلامی در عراق و شام چندین محل را در رمادی و بسیاری از بخش های شهر فلوجه در دست دارند. هر دو شهر در ایالت انبار هستند در غرب رمادی نیروهای امنیتی عراق مناطق روستایی را جستجو کردند تا شورشیان را که ممکن است در خانه های خالی پنهان شده باشند دریابند بسیاری از مردم خانه هایشان را در غرب رمادی ترک کردند در تاجیکستان بیش از ده هزار سرباز در یک رژه نظامی در شهر دوشنبه پایتخت این کشور اشتراک کردند این رویداد به مناسبت یاد بود از روز نگهبانان سرحدی تاجیکستان در بیستمین سالگرد تأسیس بخش امنیت مرزی این کشور برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و افسران ارشد نظامی این کشور هم در این مراسم حضور داشتند. برای نخستین بار یک واحد گارد سرحدی زن نیز در این رژه نظامی اشتراک کرد. و در گرجستان مردم در شهر تبلیسی روز استقلال این کشور را با موسیقی و سرگرمی های خاص جشن گرفتند در پی انقلاب روسیه گرجستان استقلالش را از امپراتوری روسیه در 26 ماه مه سال 1918 میلادی کسب کرد این دولت مستقل تنها تا سال 1921 میلادی در قدرت ماند چون قشون سرخ شوروی بر گرجستان حمله کرد و آن را یک بخش جمهوری سوسیالیستی شوروی ساخت این بود مجموعه خبری رادیو آزادی همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دیده می آزادی رادیو نقطه کام تشکر و خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و FM 100.5